سلام، زیبایی هستم از پایگاه خبری ایران اکونومی در دومین دوره نمایشگاه ایران آیتکس در خدمت آقای مهداد رهنما از شرکت کیمیا پرداز تبرستان هستیم. سلام آقای رهنما، درود بر شما. خودتون رو لطفا معرفی کنید و راجع به شرکتتون و خدمات ارائه توضیح بدید. خواهش میکنم. به نام خدا، بنده مهداد رهنما هستم، سرپرست فروش گروه تولیدی کپکو. ما در زمینه تولید مواد مصرفی مشتری اداری فعالیت میکنیم و در شبکه بانکی کشور و همینطور سازمان‌های دولتی و خصوصی در زمینه تامین کالا فعالیت داریم. بیش از در واقع 13 سال هست که ما در زمینه تولید مواد مصرفی در تمامی سازمان‌های کشور فعالیت می‌کنیم. خدمتتون عرض می‌کنم. خواستم خدمتتون باشم. خیلی ممنون. آقای رهنما، ارتباط بین اکوسیستم استارتاپی و دانشگاه تو ایران شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ ببینید، با توجه به شرایطی که من طی سال‌های گذشته دیدم و همینطور اتفاقاتی که ما اثر گذروندیم توی بازه زمانی که کار تولیدی انجام می‌دیم، قطعاً و قاعدتاً اگر ارتباط نزدیک‌تر باشه، یعنی دانشجوها و افرادی که علمی هستن از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل میشن به شرکت‌های خصوصی یا استارتاپی ملحق بشن، با نیرویی که دارن و انرژی که دارن میتونن مسیر تولید رو راحت‌تر و هموارتر بکنن. اما عرض میکنم متاسفانه یه مقدار این موضوع ضعیف انجام شده و شاید اون بخشی از دانشجویان خوبی که از لحاظ بار علمی خوبی دارن به این شرکت‌های خصوصی که داخل کشور هستن ملحق نمیشن، بیشترشون مهاجرت میکنن و متاسفانه هم شرکت‌های استارتاپی دچار مشکل میشن چون مسیرشون به سختی بیشتری باید طی بشود و همینطور بار علمی شرکت‌ها کاهش پیدا میکنه. مجبوریم که کپی بکنیم از شرکت‌های چینی، از شرکت‌هایی که در واقع دارن با بازارهای جهانی فعالیت خیلی سنگینی انجام میدن و خب برای ما واقعا سخت میشه دیگه این مسئله. و اینکه اینجور نمایشگاهی که توی دانشگاه برگزار میشه آیا میتونه کمکی به نزدیک شدن صنعت و اکوسیستم به دانشگاه بکنه؟ البته خیلی دوست داشتیم که این اتفاق بیفته، منتهاش حالا توی دانشگاه صنعتی شریف که ما خدمتون هستیم توی این غرفه که در واقع ما داریم، حالا من یه سری از عزیزان رو دیدم که اومدن و صحبت کردن توی در واقع سالن نمایشگاه، صحبتاشون هم اتفاقا گوش میکردم ولی حقیقتا ندیدم که کمکی بکنه به شرکت‌های تولیدی. و بچه‌هایی هم که میومدن با عنوان جاب آفر حالا توی مجموعه ما صحبت می‌کردن و اینها هم خیلی متاسفانه حالا با تا جایی که من تا به این لحظه که خدمتتون هستم دیدم، ندیدم که اون ارتباط بشه برقرار بشه. حالا انشالله که روزهای آینده اتفاقات بهتر بشه. سلام، مرسی، متشکرم از وقتتون. زنده باشید. خیلی خوشحالم. با ما همراه باشید.